مجلس چهارم المجلس الرابع من اسراره نورنا الله به مشتق انواره. مجلس چهارم از اسرار عشق و عرفان که خداوند ما را با مشرق انوار او منور فرماید. خب عرض کردیم که این مجالس سبعه در حقیقت مجالس و منبرهایی بوده است که مولانا بر این منبرها ایراد خطابه و خطبه می کرده و اینها جمع شده است و دست نویسی شده است و بعضا هم گویا به نظر خود ایشان هم رسیده است و گویا تغییراتی هم در آن انجام دادن. الحمدلله مقدر الکائنات، همچنان که در این مجالس معمول و مشهور است، این است که ابتدا با خطبه‌ای در نعت خداوند و سپس در نعت رسول و بزرگان بیان می شود، سپس مناجاتی گفته می شود، سپس روایتی از پیامبر اسلام می آورد، بعد از آن روایت آن روایت را توضیح و شرح می کند و نهایتاً نتیجه گیری می کند و مجلس را به پایان می رسند. الحمدلله مقدر الکائنات و ما فیها و مدبر الموجودات و باریها، معید الخلائق علی سعید الحشر لیوم النشر و مبدیها، مجر الفلک الدبار فی لجة الخضراء و الفلک و الفلک علی صفحات الماء و مزجیها. الحمدلله مقدر الکائنات، می فرماید حمد و سپاس و ستایش برای خداوندی است که کائنات را، کائن آنچه که به وجود آمده است، از کون می آید، کون یعنی وجود و هستی، کائن اما کائن بوده یعنی آنچه که در جهان است، مقدر همان تقدیر است، تقدیر یعنی اندازه گیری و همه چیز را با اندازه گیری آفریدن. این تقدیر آنقدر در معنای اندازه گیری عمومیت پیدا کرده که تقریبا به معنای خلق و به وجود آوردن هم آمده است، چنانچه اینجا هست. الحمدلله هم برای الله است که مقدر کائنات است، همه وجود را و همه کائنات را آفریده است و به اندازه آفریده است، اندازه گیری فرموده است. و ما فیها و آنچه که در آن کائنات است، ها هم که زمین و مهندس است برمیگرده به کائنات. و مدبر الموجودات و باریها و تدبیر کننده موجودات. اول کائنات را به وجود آورد، اما اینچنین نیست که او رها کرده باشد این جهان رو. این جهان رو اول به وجود آورده، بعد تدبیر می کند، بعد مدیریت می کند. و مدبر الموجودات و باری ها. از جهت نحوی باید بگوییم که اگر ما الحمدلله رو متصل به نانیمی رو اینطوری باید بخوانیم که الحمدلله مقدر الکائنات و مافیا و مدبر الموجودات و باری ها، معید الخلائق تا آخر به جر بخوانیم، مجرور بخوانیم این رو. اما اگر آن را جدا بدانیم اشکالی ندارد که معرفه هم خوانده شود. و مافیا و آنچه در آن است و مدبر الموجودات و باری ها، باره بله یعنی چیزی را از هیچ به وجود آورد. باره یا باری تعالی که گفته می شود، کسی که
همه چیز را از هیچ به وجود آورد، بدون هیچ نقشه قبلی و بدون اینکه قبلا الگویی برای او داشته باشد آفرید. او تدبیر کننده و تنظیم کننده موجودات است و باری ها هم به موجودات برمیگردند، هم به وجود آورنده موجودات است و هم تدبیر کننده آنها. تدبیر هم چیست؟ تدبیر از دوبر می آید. دوبر یعنی پشت. تدبیر یعنی پشت سر هم چیزی را قرار دادن. مثلا شخصی می خواهد یک کار عاقلانه را انجام بدهد، چیز مثلا می خواهد یک نامی بپزد، او تدبیر می کند. اول همه چیز را دوبر به دوبر پشت در پشت هم قرار می دهد تا به آن محصول برسد. اول می رود مثلا گندم تهیه می کند، آن را می کارد، محصولی که بیاید آن را درو می کند، آن را جدا می کند، آسیاب می کند، می آورد خمیر می کند، آن را می پزد، تبدیل به نان می شود. اینها هم تدبیر است، یعنی دوبر به دوبر پشت به پشت هم می آید تا اینکه کاری انجام شود. کسی که نان می پزد همه این مراحل را در ذهن خود آورده است. تدبیر به این معناست که مدبر موجودات این است. از اون جهت هم گفتم تدبیر منزل، تدبیر مدوم، که علم سیاست رو تدبیر مدوم گفتن، علم اخلاق، علم خانواده رو تدبیر منزل گفتن، یا موارد دیگر که مستحصر. او مدبر موجودات است و به وجود آورنده آن. معید الخلائق علی سعید الحشر لیوم النشر و مبدیها. معید یعنی اعاده کننده، برگرداننده، برگرداننده و اعاده کننده خلائق است. بر سعید هر چیزی که بر روی زمین باشد، هر چیز صاف رو سعید میگویم. فتیمم و سعیدن تیبا در قرآن هست که فرمود پس اگه فلن تجدو ما هم و کنتم علی سفر، اگر در سفر بودید و پیدا نکردید، آب پیدا نکردید، اون وقت فتیمم و سعیدن تیبا، به یک سعید، به یک سطح هموار که پاک باشد تیمم کنید. همین است. سعید الحشر در روز هشت، یک هشت داریم، یک نشر داریم. هشت یعنی جمع کردن، نشر یعنی پراکندن. هم هشت وجود دارد در قیامت و هم نشر وجود دارد. هشت همه جمع می شوند برای آن جایگاهی که خداوند تعیین کرده است و بعد همه نشر می شوند، جدا می شوند، هر کدام به سراغ آن اعمالی که خود کرده اند می روند. سعید الحشر گفتم در روایت هست که حشر صحرای محشر میگویم، یعنی همجا صاف است بدون پستی بلندی، همه کس در آن واحد میتوانند همه جایش را ببینند. به این میگویم سعید. میفرماید اعاده کننده، برگرداننده خلایق است. آنهایی که خلق کرده آنها را میرانده است، دوباره برمیگرداند، دوباره احیا میکند، دوباره برمیگرداند. لیوم نعش، برای روز نعش، برای اینکه منتشر کند اینها رو. یوم نشر گفتن روزی است که ننشر رو کتابک، روزی هست که نشر کتاب می شود، یعنی پخش می شود کتاب ها و نامه اعمال انسان ها رو به آنها می دهند. یک وجه تسمیه نشر همین است، یکی اینکه انسان ها رو جمع می کند، هشت می کند، جمع می کند و بعد نشر می کند. اینها رو هر کدام به سر آن موضعی که باید در آنجا باشند میفرستند، در جهنم باشند، در بهشت باشند، هر جا باشند. یک نشر همین است که این نام اعمال رو نمیشه روها در قرآن هم فرمود که ما نشر میکنیم، یعنی نام اعمال رو منتشر میکنیم، نام اعمال انسان ها رو به آنها میدهیم. خب و مبدی ها، و مبدی ابتدا کننده، مبدع بدون معاد نمی شود، معاد بدون مبدع نمی شود. اصلا معاد کی ممکن است اتفاق بیفته؟ زمانی که مبدعی باشد. کی اعاده هست؟ وقتی که عباده باشد، وقتی که عباده باشد، شروع شده باشد چیزی، دوباره می توان آن را به محل اولش برگردان. معاد پس از مبدع. مجرم
فلک دبار فی لجت الخضرا. خب مجری، جریان دهنده، جاری کننده فلک دبار. این فلک جیهان کهکشان که دوران در حال دوران چرخنده. فی لجت الخضرا، در لجه، لجه یعنی موج عمیق و موجی که خیلی بزرگ باشد به اون میگوین لجه. لجت الخضرا، لجه معنای دریا هم آمده است، خضرا یعنی سبز. فی لجت الخضرا یعنی در لجه خضرا و سبز. همان مزرع سبز فلک، حافظ میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. خب ما که میدانیم این جهان که سبز نیست، که سبز این جهان، این آسمان آبیه یا سبزه؟ چرا همش گفتن که آبیست؟ این به نظرم از یک اشتباه که از زبان ترکی وارد زبانهای دیگر شده، عربی و فارسی شده است. ما به آسمان میگیم جوی. جوی یعنی چیزی که سبز است، سبزینه است. بنابراین اینها فکر کردن که ما وقتی به آسمان که این لفظ رو میبریم، اینها فکر کردن که این سبز باید باشد. در ادبیات ما این قصه وارد شده است و هر کس اما مزرع سبز فلک، حافظ هم مزرع سبز میدانم. این فلک کجای سبز است که ما تا حالا ندیدیم؟ اگر باشد نهایتا آبیست. این اشتباه از اینجا آمده که اینها گمان بردن که این لفظ رو در غیر ما وضعه به کار بردن و وارد شده و این عنوان یک نماد مطرح شده. حالا این هم یک بحثی که حتی اینجا هم وارد شده. فی لجت الخضرا، در دریای آسمان، در حقیقت اینجوریه، در دریای آسمان به همان مفهوم ترکی هم. و الفلک علی صفحات الماء و مزجیها، و فلک، یک فلک هست، یک فلک هست. فلک و فلک از یک ریشه هم. چرا؟ چون فلک که دربار است و می رود و می آید، فلک هم کشتی است که می رود و می آید. از این جهت به کشتی هم فلک گفتن. و فلکو علی صفحات الماء، و کشتی که بر صفحات، بر صفحه ها و لایه های آب می آید، و مزجی ها، و مزاج آن. مزج یعنی با هم تداخل یافتن و با هم دیگر آمیختن. یعنی این آبها که در هم می آمیزند، همه اینها رو خداوند تدبیر می کند، خداوند بیان می کند. او این فلک را، این آسمان رو، این کیهان و کهکشان رو جریان می دهد و این افلاک، این فلک ها را، این کشتی ها رو در دریا می برد. آیه قرآن است، یجر فلک به امرهی، که قرآن فرمود که خداوند جریان می دهد فلک ها را و کشتی ها را به امر خود. مظهر و کتائب السحائب علی اکناف الهوا و منشیها. خیلی ادیبانه و زیبا هست. ظاهر کننده سپاهیان ابرها بر گوشه ها و کناره فضا، و انشاء کننده و به وجود آورنده آن. مظهر، ظاهر کننده، کتائب جمع کتیبه هست. کتیبه به معنای طبقات، به معنای سپاهیان، به معنای لشکریان و اینها هم آمده است. صحائب جمع صحاب است. صحاب یعنی ابر بارنده. شما به این ابرها نگاه کنید، ببینید که شبیه لشکرهایی است، شبیه انسانهایی است، شبیه موجودات خاصی است. میگوید اینها
رو به اصناف خاص می آورد. اکناف، اطراف و اکناف. اطراف یعنی گرد، اکناف یعنی خوشه ها. یا اطراف و اکناف همین من. اکناف الهوا، هوا هم که همان همین هوا هست، فضا هست. منشی از انشا میاد، از نشه نشا یعنی منشه بوده، یعنی اینکه انشا کننده و به وجود آورنده. فاذا سلت البلوغ و سیوفها علی اعجاز الاوادی و هوادیها ارسلت سهام اقطار الی اغراض الاوتار و مرامیها و نادا خطیب الرعد علی منبر الغیب تبارک الله مجراها و مرساها. خب میفرماید فاذا سلت البلوغ، سل یعنی شمشیر کشید، شمشیر را برهنه کرد، از علاف درآوردن رو سله میگویند. فاذا سلت البلوغ، وقتی که بردها، آذرخشها، آن رعدی که رعد صدایش هست، برد هم آن نورش هست، وقتی که آن بردها شمشیر را میکشد، او رو تشبیه به شمشیر کرده است. فاذا سلت البلوغ سیوفها، سیوف جمع سیف است، معنای شمشیر. وقتی که بردها، آن بردی که میجهد یک دفعه باران رو میخواهد توصیف کند با دید خیلی زیبا، وقتی که آن برد میزند یعنی شمشیرش را کشیده است، علی اعجاز الاوادی در قله های کوهستان ها و کوه های بلند، به هوادی ها و در بالاترین قسمت های قله ها و در بالاترین قسمت های صحرا ها این برد زده می شود. ارسلت سهام الاقطار الی اغراض الاوتار و مرامی ها. ارسلت خداوند یا آن حالا اون شخص اون بردها ارسال می کند. سهام جمع سهم است، سهم یعنی تیر. سهام اقطار، اقطار جمع قطره است، تیرهای قطره را به اغراض الاوتار، اوتار یعنی زمین ها، سرزمین ها، به غلص ها و جایگاه های زمین ها می ریزانند، یعنی باران می بارند. وقتی که آن برق زد، این قطره ها رو مانند تیرها، تیرهایی که از چله آسمان رها شده است، به زمین و به جایگاه خود می ریزانند. و مرامی ها، و مرامی است، مرمی است، رما یعنی تیراندازی کرد. آن مرام یعنی محلی که میخواهیم هدف به آنجا بخورد، آن تیر به آنجا بخورد. میگم مرام فلان کس، مرامش چنین است، مرامش چنین است، از رمی میاد دیگه. رم یعنی تیر انداختن، مرام یعنی اینکه او هدف نهاییش این است که وقتی این تیر را انداختیم در همانجا در این مرام او نشست کنند. در همانجا میفرماید که خداوند تعیین میکند که کجا، کدام قطره در کدام جایی بیاید و آن تیر بر زمین بخورد و آنجا جذب شود. و نادا خطیب الرعد علی منبر الغیب، و ندا کرد، صدا کرد خطیب سخنگوی رعد بر منبر غیب. غیب یا ابر سیاه رو میگویند، ابری که حتما بارانزا باشد. میگه برق شمشیر میکشد و رعد هم مانند خطیبی غران است که میآید و بر منبر ابرها سخنانی میگوید. تبارک الله مجراها و مرساها، تبارک الله، مبارک است، متبرک است خداوندی که مجرای آن است، مجرای این حرکت ها هست و مرساها و توقفگاه آنها هست. این مجراها و مرساها میدانید که از آیه قرآن گرفته شده است و راجع به سیل، سیل و طوفان حضرت نوح هست که می فرماید که خداوند است که مجرا و محل جریان این کشتی ها هست بر روی آب. و مرساها، مرسا هم
جایی که این کشش توقف میکند رو هم خدا میداند. بنابراین مجرا به معنای محل جریان و مرسا محل ایستادن و محل توقف است. خب در آنجا هم میفرماید که وقتی که گفتیم اذا نادو در قرآن هست که اینها نوح ندا کرد، وقتی سخن خدا رو شنید نوح ندا کرد، همه جمع شدید و نترسید و لله بسم الله مجراها و مرساها. در قرآن هست فرمان بسم الله، به نام خداوند است که این مجرا جاری می شود، این کشتی نوح، و هر جا که میماند ثم سرد علی جودی، بر کوه جودی استوا کرد. دانشمندان حساب کردن و گویا میگویند که این جودی هم کوههای آرارات هم کوههایی هست که در ترکیه فعلی هست و در اونجا گویا باقی مانده آن قسمت ها رو پیدا کردن. محقق بزرگ گرامی جناب آقای پورپیرار ویدئوی دارد در این مورد، دوستان رو به دیدن اون دعوت میکنم. آقای پورپیرار میگوید که طوفان نوح حقیقت دارد، اما نه اینکه همه جهان را گرفته باشد. طوفان نوح در قسمت مرکزی ترکیه فعلی اتفاق افتاده است و خیلی دلایل و شواهد کاملی دارد. میگوید شما هرچه آثار باستانی در ترکیه میبینید در اطراف آنجا است. اگر شما یک خط فرضی حساب کنید و عمق اینها را بسنجید، ببینید که بعضی قسمت های مرکزی کشور فعلی ترکیه بیشتر عمق را دارد، مثلا 400-500 متر از دیگران فروتر است، پایین تر است. از این جهت این قصه در اونجا اتفاق طوفان نوح و آن آبی که بوده است، آن قسمت عظیم و حجم عظیمی است قسمت های داخلی ترکیه را در بر گرفته است و با مناسبت هایی که ایجاد می کند معلوم شود. و این قصه ها افسانه هایی که درست شده است، نمی دانم کانگورو رو حضرت مثلا نوح چطور آورد به مطرح می کنند، چطور آورد، نمی دانم فیل رو چطور وارد آن، مثلا این سخنان یاوه ای که عده‌ای برای به زیر سوال بردن حقایق اسلامی، حقایق قرآنی معرفت به کار می برند، اینها پاسخ مناسب پیدا کرده است. نه اینکه همه مردن، نه، جمعا آنچنان که گفتن 80 نفر بودن و آنجا که میگوید که از حیوانات هم ببر، اون رو یک روزی بررسی میکنیم انشاءالله در مباحث قرآنیمون. او که میگوید میگه خذ بگیر، یعنی دوربرت هرچی بوده از هر کدوم مثلا یک جفت را بگیر که آنقدر که میتوانی اینها رو از مرگ نجات بدهی، نه اینکه برای اینکه نسلش باقی بماند. نمیدانیم این رو چه کسی از خودش درآورده است که حضرت نوح برای اینکه نسل این حیوانات باقی ماند از هر کدام یک جفت را برد. مثلا اینها اسرائیلیات مزخرفات یهودیت است که وارد اسلام شده است و ما چنین چیزی در اسلام نداریم. طوفان نوح اتفاق افتاده و محلش هم تا حدودی معین است با تحقیقاتی که انجام یافته است و حقیقت هم دارد و کاملا منطقی است، با علم امروز هم کاملا تطبیق میکنند، با علم جغرافیای امروز تطبیق میکنند، با علم زمین شناسی امروز تطبیق میکنند. و این قسمت ها غالبا مدت ها زیر آب بوده اند، همه این ها، این فسیل هایی که وجود دارد در قسمت های نواحی مرکزی، آبروفت هایی که وجود دارد، رسوباتی که وجود دارد، همه اینها رو ثابت می کنند و تمدن خاصی هم، شهرهای خیلی بزرگی هم در این قسمت ها وجود ندارد. این رو کاملا انسان می تواند بفهمد. طوفان نوح بوده است، اما در قسمتی از ربع مسکون آن زمان بوده است، نه همه قسمت ها که بگوین اینها چگونه بوده است. و حدود 5000 سال پیش بوده است. شواهد زمین شناسی هم این رو نشان میدهد و ثابت میکند که اکنون در ترکیه امروزی چنین بوده است، یعنی آن فسیل ها، مانده های حیواناتی وجود دارد مربوط 5000 سال پیش است و اون اتفاقات افتاده است واقعا. حال این هم یک جمله معترضه بود که خدمتتان عرض کردم.
العلیم الذی لا یعزب عن علمه خطرات الاقلام فی مدارجها ولا خطرات الاقدام فی مجاریها. آن علیمی که خداوند علیم است، کسی که پنهان نیست از علم او، یعزب یعنی پنهان است، پنهان نیست از علم او خطرات الاقلام، قلم ها این هرچه می نویسند این خطر، یعنی خطر دیگه، واقعا ما چیزایی که می نویسیم خطره ولی درک نمی کنیم و خطیر بودن، و خطیر یعنی مهم، امر خطیر بودن یعنی امر مهم، خطر یعنی امر مهم، امری که باید بهش توجه کرد. خطر آنچه که قلم ها می نویسند فی مدارج ها، در درجه مدرج های خود، این قلم ها نویسندگان با قلم ها، شاعران با قلم ها می نویسند در مدرج ها و محل هایی که درج می شود، محل هایی که می نویسند و روی کاغذ ها می نویسند. مدرج یعنی کاغذ، چیزی که هرچه که روی آن بنویسند. ولا خطوات الاقدامی فی مجاری ها، و نه از علم او دور نمی شود هرچه قلم ها بنویسند، و نه خطبه یعنی قدم، قدم های اقدام، پاها، قدم زدن های پاها، فی مجاری ها، در مجراها، در جاهای خاص خود. مولانا معتقد است که هر انسان هر جایی که پا می گذارد آن هم به خواست خداوند است و مجاریش معلوم است. خداوند وقتی که این پا را آفرید می داند که این پا در کجاها قرار خواهد گرفت، دست را آفرید می داند که این دست چگونه و در کجا قرار خواهد گرفت. البصیر الذی لا یخفی علی بصره اصناف الدرر فی اعطاف الاصداف و متابیها. او علیم است که چرا می داند آنچه قلم ها می نویسند و آنچه قدم ها می روند، و بصیر است، بسیار بینا است، آنکه مخفی نیست بر بصرش، بر دیدگاهش، اصناف یعنی اصناف، صنف یعنی نوعها، انواع، انواع درها و مرواریدهایی که فی اعطاف الاصداف، اصداف جمع صدف، اعطاف هم جمع عطف، یعنی در خداوند میداند آنچه مرواریدها داخل صدفها هستند. حتی وقتی مروارید درون دریا هست و درون صدف هست، خداوند میداند که آن درون کدام صدف هست. بصیر است میبیند، ما که داخل صدف را نمیبینیم، خدا بصیر است میبیند داخل صدف چیست، چه گوهری، چه لدری، چه مرواری در آن هست. حتی میداند که چند تا هست و چگونه هست و پیچش های آن را میداند، متاوی آن را میداند. متاوی از توایتی از پیچیدن، یعنی میداند که این از کجا به وجود آمده است. از سمیع الذی، خداوند آن الحمدلله سمیع الذی، منظور اینه، یعنی هم بر خداییست که علیم است، هم برای خداییست که بصیر است، هم برای خداییست که سمیع است، بسیار شنوا است. الذی، آن خدایی که یسمع برید اصوات الانام فی قلبات الظلام و دیاجی ها، آن کسی است که یسمع، میشنود، برید، برید یعنی پستچی، کسی که چاوش، کسی که خبری میآورد، برید اصوات الانام، انام یعنی مردمان، او پستچی یا چاوش صوت های مردم را در قلبه های ظلام، در تاریکی های شدید میشنود. یعنی وقتی بنده ای در گوشه خلوتی نشسته و خدا را میخواند، او میشنود آن سخن او را. و دیاجی ها، دیاجی جمع دوجا هست یا دوجاجات هست، که دوجا، لیل دوجا، لیلی که دیجور باشد، لیلی که خیلی سیاه و تاریک باشد، حتی ماه، تابی یا ستاره ای هم بر آن نور ندهد. و ترسیع الالهان من الاتیاره علا اقصان الاشصار مراقی ها، و ترسیع الالهان، و خداوند میشنود بنده ای را که در نصف شب، در دل شب، در میان تاریکی او را میخواند و میشنود الهان، ترسیع الهان، ترسیع یعنی
چیزی را به شکل خاص بیان کردن. تفسیر از رسع نشان و از آن می آید که چیز خیلی زیبا و دو جور جواهری رو به یک چیزی بچسبانن، این می شود کار می شود تأثیر و آن را میگن مرصع. مرصع از این جهت، ما به نیرو هم مرصع میگیم، از این جهت که اون سه چهار تا که مثلا زردی دارد، از اون به شکل طلا هست، آن هم به شکل نقره هست. به این مشهور است که ما تبریزی ها به نیرو میگیم مرصع. همینه، یعنی یک تأثیری وجود دارد و آن مانند طلا و نقره ایست که در آن می آموزد. و تأثیر الالهان، این الهان این مرغان می آید و می دانید که مرغان با صداهای خوب و با نواهای خاص می خواهند. این رو به تأثیر و به دو جود جواهر تشبیه کرده است. منال اطیار، از طائران، جمع اطیار یعنی طائر، پرنده. الله احسان اشجار، بر غصن شاخه، اشجار هم جمع شجر است، بر شاخه های درختان که این پرندگان میخوانند. این تصیح الهان اینها را میشنود خداوند. و مراقی ها، مراقی محل مرقیه، یعنی آن لانه های که پرندگان بر بالاترین قسمت درخت و در بالاترین قسمت ساختمان ها میزادن، ما میگم مرقیه. از رقا میاد، رقای ترقی، بالا رفتن. ترقیه یعنی ترقی، یعنی بالا رفتن. رقیه هم که میگفتن، به تریاک هم میگفتن رقیه، به خاطر اینکه یه تمیل که بالا میبرد دیگه، مثلا انسان یه از متکلم به کلام قدیمی ازلی جل نغمات لغات و حرکات لهجات و تقدس از رسوم رفع ظروف و حروف یبادی ها فی القرابت تالی ها. باز یک مطلب، من تصمیم گرفتم امروز این رو تمام کنیم که نمیشود این مجلس رو گویم. از متکلم، کسی که متکلم است، بیان میکند به کلام قدیمی ازلی، خداوندی که کلامش قدیمی هست، قدیم هست، حادث نیست، ازلی هست و معنی قدیم و ازل رو همه میدانیم. آن کلامی که قدیمی و ازلی است، جل ان نغمات لغات، که جل عظیم است، برتر است، جلالتش بیشتر است از چیز، از چه چیزی؟ از نغمه های لغت ها، این لغت هایی که می آورند، و حرکات لهجات، و حرکت های لهجه ها، در لهجه فلان لهجه چنین سخن می گویند در آنجا، یعنی آن لهجه های عرب و آن لغت عرب که هست، این اصل کلام قدیمی ازلی قرآنی فراتر از همه اینها هست. او متکلم به همین کلام هست، متکلم همین قرآن یا کلام دیگر الوهیت هست. و تقدس و مقدس است و منزه است ان رسوم رفع ظروف و حروف، و منزه است از رسم هایی که برای ظرف ها و حرف ها قرار داده شده است. ما حرفی که میزنیم ظرف است برای معنی. ما چرا از لفظ استفاده میکنیم؟ لفظ ها ظرف معنی هستند، ظروف معانی هستند. اگر این الفاظ نبودن، ما معنی را در چه می ریختیم تا آن را ارائه کنیم؟ هیچ کس متوجه نمی شد. می نشستیم با هم دیگر، نمی توانیم سخن بگوییم. این سخن هایی که می گوییم، اینها ظرف هایی هستند برای کلام ما. این ظروف حروف اینجا به درد می خورد، ولی می فرماید که او منزه هست از رسم ها، از نحو و صرف و همه اینها منزه است. خداوند برتر از همه اینهاست که ظروف و حروفی که یوالی ها فی القرائت تالی ها، که کسی که قرائت می کند آن قرآن را می خواند، لحنی می دهد، صوتی دارد، یک جایی را طول می دهد، یک جایی را
در قم نمیخوانند، یکی را بدون قم نمیخوانند، یکی را سکت میکنند، یکی را وصل میکنند، یکی را وقوف دارد، یکی را ابتدا دارد. اینها رسوم هستند دیگه، رسوم ظروف و حروف قرآنی هستند. این رسوم رو بهش توجه نمی کنند، از همین اینها منزه هست. فی القرائت تالی ها، وقتی که تالی هست، تالی یعنی آنچه که بعد از چیز دیگر میاد، یک کلمه گفت، بعد یک کلمه دیگر، بعد کلمه دیگر میاد. یعنی اینکه کل این سخن ازلی و قدیمی خداوند که وجود دارند، اینها در هیچ قید و بندی در نمی آیند. همچنان که عرض کرده، این قرآن نه عربی است، نه به لفظ است، نازل یافته. حقیقت قرآن فراتر از همه اینهاست. اما این قرآن برای اینکه قابل فهم و درک ما باشد، به زبان ما تنزل کرد. تنزل قرآن به این معناست، نزول قرآن به این معناست، از آن حقیقت مطلقه کلیه عظیمه خود نزول کرد، تنزل کرد، تا اینکه ما بتوانیم اینجا به زبان ما به لسان عربی مبین آمد، تا اینکه بهترین زبانی که قرآن میتوانست بیاید عربی بود. اگر زبان دیگری بهتر بود، البته خداوند او را انتخاب میکرد به عنوان معجزه جاوید خود. از این جهت هست که در میان لسان‌های بشری، زبان‌های بشری، عربی مبین بهترین بود. خداوند آمد آن را در این قالب ریخت، وگرنه قرآن حقیقی نه عربی است، نه هیچ لفظ بر او صادق نیست، نه عدد دارد، نه شکل دارد، نه اعراب دارد، نه تنوین دارد، نه فتح و کسر و ضمه دارد، نه تشدید دارد، نه با دارد، نه جیم دارد، هیچ ندارد. آن قرآن حقیقی چیز دیگری است. اما وقتی که تنزل میکند، در حد عقول ما، در حد فهم و درک ما که تنزل میکند، چنین است. و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدهیم که الهی جز او نیست. وحده، تأکید دوباره هست، وحده هو هم برمیگرده به الله، دوباره تأکید بر وحدانیت داره. لا شریک له، او هیچ شریکی، هیچ شریکی نداره. نه اینکه ندارد ها، این معنی غلطه. لا شریک له یعنی لا لای نفی جنس است. نفی جنس یعنی جنسیت رو نفی میکنند، جنس شریک رو نفی میکنند. میگوید اصلا شریکی وجود ندارد، نه اینکه او ندارد. شریک هست ولی او ندارد، نه چون این نیست. همسر هست برای خداوند ولی او ندارد، نه چون این نیست. اصلا وجود ندارد، همچنان که اله دیگری وجود ندارد. نه اینکه هست و نیست و نخواسته خداوند مثلا نخواسته، نه، خداوند یکیست، بیش از آن هم ممکن نیست. در فلسفه اسلامی وقتی میخواهند به چیز محال که وجود ندارد، معدوم مطلق مثال بزنن، میگن شریک الباری. شریک الباری معدوم مطلق است، یعنی اصلا وجود ندارد، محال عقلی هم هست که وجود داشته باشد. و نشهد ان محمدا عبده و رسوله، و شهادت میدهیم که محمد عبد او و رسول او صلی الله علیه و آله، خصوصا علی ابی بکر تقی، به ابو بکر متقی، و علی عمر نقی، و بر عمر پاکیزه، و علی عثمان زکی، و بر عثمان پاکیزه، و علی علی وفی، و بر علی وفادار، و علی جمیع المهاجرین و الانصار، و سلم تسلیما کثیرا، و بر همه مهاجران و انصار، و سلم تسلیما کثیرا، و همه اینها تسلیم باشد، تسلیم کثیرا. خب ما گفته ایم که این مجالس سبع قبل از ایان است که مولانا با جناب شمس برخورد داشته باشد، و مطمئن هستیم که بعد از ملاقات با جناب شمس الدین تبریزی، مولانا مذهب خود را که گویا یا حنفی یا حنبلی بوده است تغییر داده و در مذهب شیعه در آمده است و اثرات خیلی بزرگی هم داشته است. و یا اینکه بگوییم نه، ایشان از اول در این مجالس سبعه، با اینکه قبل از دیدار شمس بوده است، ولی ایشان به خاطر اینکه تقیه رو رعایت کرده باشد، اهل تقیه هست، از اینجا اینها رو بیان کرده است. خب طبیعی است مثلا
زمانی که مثلا صدام در عراق بود، هر خطیبی که میخواست سخنی بگوید بایستی نامی از او به نیکی میکرد تا اجازه خطابه را به آن شخص میدادن. همه خطبا مجبور میشدن که برون اول یا نباید صحبت بکنن، یا اگر صحبت میکنن بایستی از صدام هم یه اسمی بیاورن. این معمول بوده است، در آن زمان هم چنین بوده است. مولانا در اثر در اثر مواردی که بوده است، یا سلجوقیان روم هم به دین اهل سنت بودند، از این جهت ایشان در حال تقیه اینها رو بیان کرده است. با اینکه ایرانی هم ندارد، اگر ما که آنها رو خیلی از علمای ما حرام دانستند، دهن مثلا لعن ابوبکر و عثمان و عمر رو، و در کتاب‌های ما هم از خوبی‌های آنها هم فراوان است، در تفاسیر ما و در موارد دیگر مسئله چیز دیگر است. مناجات، امیدوارم خسته نشده باشید. این سنگین بود این خطبه که مولانا فرمود. ملکا و پادشاها، جان مشتاقان لقای خود را که از دریای هستی به کشتی اجتهاد عبور می‌جویند، به سلامت و سعادت به ساحل فضل و رحمت خویش برسانند. این که روشن بود، یعنی در کشتی جهد و تلاش نشستند و این کشتی آنها را می‌برد تا به مقصود خود برسند. به سلامت و سعادت به ساحل فضل و رحمت خویش برسانند. آنهایی که آمدن خدا در کشتی امنتون نشستند، آنها را به ساحل امن خود راهنما باش. فضل و رحمت، ساحل فضل و رحمت، به هر حال فرمود دیگه بسم الله مجراها و مرساها. مجرا هم خدا هست و مرسا هم خدا هست. وقتی کشتی جانهای ما را برده ای در ساحل فضائل و فضیلتهای خود در آنجا پناه بده، یعنی ما به ما فضیلت و رحمت خیش را ارزانی بدان. دردمندان لقای فراق خود را به مرهم و درمان امان خیش صحت و عافیت ابدی روزی گردان. آنانی که لقای فراق میخواهند، بعضی مثلا فراق لقا نوشتن، یعنی میخواهند که ملاقات کنند با تو، آن دردمندانی که میخواهند ملاقات کنند، مرهم وصل خود را به آنها بچشانند. آنها درد میکشند، برای کسی که درد میبرد، درد میکشد، مرهم لازم است. تو مرهم امان خیش را به آنها بده. امان یعنی آنها را در امان خود، در امنیت خود نگهدار. فی امان الله آنها را نگهدار. صحت و عافیت ابدی روزی. آنهایی که مریضند، مریض لقای تو هستند، انسانهایی که عارفان و عاشقانی که مریض دیدار تو هستند، به آنها از آن مرهم خود برسان که دلهایشان شفا پیدا کنند، دلهایشان از رنج بیاساید، صحت و عافیت عنایت فرما. دیده دل هر یکی را، دیده دل نه دیده معمولی، چشم دل، دیده دل هر یکی را به تماشای انواع و ازهار بستان غیب گشاده گردن. بستان غیب وجود دارد، ازهار و انواع. ازهار جمع زهر و زهره هست، یعنی گلها. زهر، ازهار، گل و گلها. این گلهایی که می آیند، همه این بوستان غیبت را باز کن تا اینکه آنهایی که مشتاق لقای تو هستند بتوانند به تماشای انواع و گلهای زیبای تو بپردازند. شبروان خلوت را در ظلمات هوا و شهوات از گمراهی و بیراهی نگاه دار. یک دیا گمراهند، راهشان را گم کردند، یا بیراهند، راه نمیدانند، راه ندارند. میفرماید آنهایی که شبروان خلوتند، آنهایی که در خلوتهای خودشان در شب به سیر و سلوک میپردازند و شب خلوت میکنند با تو، در ظلمات هوا و شهوات نگهدار.
اینها در ظلمت ها هستن، در ظلمت خلوت هستن، اینها رو از ظلمت ها و تاریکی های شهوات نفسانی در امان بدار. ای خدایی که به امر اهبطوا مرغان ارواح ما را به دام و دانه قالب خاکی محبوس کرد. خدایا تو امر کردی اهبطوا، اهبطوا منها جمیعا فإن بعضكم لبعض عدو. قرآن در سوره بقره فرمود که اهبطوا، همه فرود آیید، بعضی از شما همه تان فرود آیید، بعضی شما دشمن بعضی هستن. فرمود که خدایا امر کردی اهبطوا، ما که چاره نداشتیم، ما را از بهشت وجودمان، نه آن بهشت، گفته ایم که این اهبات در همین جهان، در باغهای این جهان بوده است. مرغان ارواح ما را به دام و دانه قالب خاکی محبوس کردی. آمدی روح‌های ما که مرغی بودند، آمدی و در این دانه و دام این دنیایی اسیر کردی. خودت فرمودی که بروید پایین، ما که آزاد بودیم تو ما را اسیر کردی. به کمالی فضل خیش از این دامگاه سر به گشاد عالم غیب راه ما، اکنون که ما را به این دنیا آورده ای، ما را دوباره به دنیای عالم غیب، به گشاد عالم غیب ما را برسان. از این تنگنا ما را برسان به آن فراخنایی که تو در آنجا هستی، عالم غیب. از این عالم ناسود، از تنگنای عالم ناسود ما را به عالم ملکوت، به عالم غیب رهنما باش. یا اله العالمی، ای اله جهان، همه عالم ها، و یا خیر الناصرین، و یا و ای کسی که بهترین یاری کنندگان. ابتدای کلام و آغاز پیام به حدیثی کنیم از احادیث رسول صادق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اول آن حدیث را می فرماید: روی فی اصح الاخبار عن افصح الاخیار، روایت شده است در صحیح ترین خبرها از فصیح ترین اخیار. کیست افصح الاخیار؟ حضرت رسول است. نیکان به فصیح ترینشان حضرت رسول است. بدیه ترینشان کیست؟ بدیه ترینشان حضرت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه است. پس فصیح ترین حضرت رسول است و بلیغ ترین حضرت علی هست. قال فرمود: ان لله تبارک و تعالی عبادن امجادن. ان همانا لله، برای خداوند، تبارک و تعالی، تبارک یعنی با برکت است، مبارک است، و تعالی فعل است دیگه، فعل ماضی تبارک، خودش هم یک جمله هست، تبارک فعل است و فاعلی که درون آن است، و تعالی هم همینه، تعالی هم یعنی بلند مرتبه است، یک جمله هست، تبارک یک جمله فعلیه، تعالی هم یک جمله دیگر فعلیه، تا فاعلش هست، بارک فعلش هست، و هو مستتر هم باز در اونجا هست، تبارک و تعالی و علو دارد، عبادن امجادن، بند خداوند تبارک و تعالی عبادی دارد، بندگان دارد که امجادن، اینها مجد و عظمت دارند، مجید جمعش میشه امجاد، یعنی برای خداوند بندگانی هست که اینها بسیار پر عظمت هستند. این بندگان چه کسانی هستند؟ محل هم فی الارض کم محل مطران وقع علی البر اخرج البر و این وقع علی البحر اخرج الدر. محل هم، محلان ها، محل فرود آمدن آنها چیست؟ فی الارض، در زمین، که محل مطران، مانند محل باران است، دو نوع باران است، دو نوع مطر است، مطر یعنی باران رحمت، علفمون هم علفمون تسمیه است، یعنی میفرماید که پیامبر میفرماید که دو نوع باران میبارد. بندگان من، بندگان امجاد من، عباد امجاد من کسانی هستند که
دو نوع باران از آنها میباره. باران یا به خشکی خواهد بارید یا به دریا خواهد بارید. فرمود اگر به خشکی، اگر به برد رو ببارد، برد رو میدهد. برد یعنی گندم محصول میدهد. اگر به بحر ببارد، در رو میدهد. یعنی در هر دو اینها فایده دارند. نگوییم که خب باریدن باران به دریا چه فایده ای دارد. باران که دریا که نیازی به باران ندارد. میفرماید برای خداوند بندگان خاصی هستند که اینها مانند دو نوع باران هستند. اگر بر و بر خشکی ببارند از آن گندم بیرون می آید و اگر بر دریا ببارند از آن دور بیرون می آید. یعنی اینها انسانهای مؤمن حقیقی هیچ بیفایده نیستند. همه چیزشان با فایده است. هیچ چیزی از آنها دور ریختنی نیست. به همه سود میرسانند، به همه نفع میرسانند. حتی اگر به دریا هم میبارند، دور میدهند. اگر به خشکی میبارند، بر و گندم میدهند. خب فل از کم محل مطران، مانند محل و جایگاه، جایگاه این بندگان ها مانند جایگاه آن دو باران است که وقع علت بر واقع شد بر برد خشکی، اخرج البر، در نتیجه خارج کرد از آن برد و گندم را. و این وقع علت بحر، یا میتوانیم بگویم و وقع علت بحر و واقع شد بر دریا، فرود آمد آن قطره باران فرود آمد به دریا، اخرج دور را و مروارید را از آن خارج کرد. در هر صورت کاری دارد. چون این میفرماید مصلح هر فساد، اصلاح کننده هر زشتی تباهی، کلید هر مراد و مفتاح همه مرادها، پناه مطیع و عاصی. خداوند و فرموده حضرت رسول پناه مطیع و عاصی هست و چون این بوده است، هم پناه مطیع بوده است هم پناه گناهکاران بوده است. روش به رفتار رسول چون این بوده است. رهنمای دانی و قاسی، راهنمایی میکنند هم دانی را و هم عالی را، هم پایین را هم قاسی، آنکه دور است، نزدیک را و دور را راهنمایی میکنند. قاسی از قصبا میآید. قصبا یعنی راه دور، اقصا نقاط که میگوین از همان است. صلی الله علیه و سلم، خدای خالق زمین و زمان را، مبدع طباق هفت آسمان را. طباق طبقه های هفت آسمان و آسمان و آفریننده زمین و زمان. خداوند بی حیف را، حیف یعنی ظلم ستم. خداوندی که بی حیف است، ستم نمی کند. سلطان بی کیف را، او بی حیف است و بی کیف است. کیفیت یعنی چگونگی، او چگونگی ندارد. بی کیف است، بی کم است، او مطلق است. در جهان آب و گل بندگانند پاکتر از جان و دل. در این جهان آب و گل، در میان این همه پلیدی ها و زشتی ها و پلشتی ها، بندگانی هستند پاکتر از جان و دل. آنها که ربوده الستند، آن پیمان الست، آنها الست رو برد بکن قابو بلا، آنها رو ربوده است. آنها که ربوده الستند از عهد الست باز مستند. آنان از زمان الست، از زمانی که الست رو برد بکن همه گفتن قابو بلا، مستان بلا هستند، مست آن بله هستن که گفتند. در منزل درد بست پایند، در دادن جان گشاده دستن. در منزلگاه، در محل فرود درد، اینها پای بسته هستن. گویا شعر از جناب سنایی است رحمت الله علیه، حکیم سنایی غزنه. در منزل درد بسته پایند، در منزلگاه محل نزول دردها پایشان بسته است. یعنی
در درد معشوق هر لحظه طی می کنند، در دادن جان گشاده دستند، اگر معشوق جان را از آنها بخواهد گشاده دستی می کنند، دستشان باز است، جانشان را بلافاصله می دهند. تا شربت بی خودی چشیدند از بیم و امید باز هستند. وقتی که شربت عشق و شربت فنا و شربت بی خودی وصف معشوق را چشیدند، هم از بیم و هم از امید رها شدند، از خوف و رجا رها شدند، دیگر لا خوف و علیهم ولا هم یحزنون، اینها دیگر هیچ چیزی برایشان مطرح نیست، نه امید چیزی دارند و نه بیم چیزی، نه از چیزی میترسند و نه به چیزی امیدوارند. خیلی عجیب است این، چگونه میشود انسان امید هم نداشته باشد؟ امید برای چیست؟ من وقتی امیدوارم این رو خدمت عرض بکنم، چرا من امید باید داشته باشم؟ امید به چه؟ امید اول نشانش این است که من از چیزی که هستم ناراضی هستم. حکیم سمایی میخواد این را بگویه، من امیدوارم چنان شود، یعنی اکنون چنان نیست، درسته؟ اکنون چنین نیست، من امید دارم که چنان شود، یعنی چه؟ یعنی من از وضع موجود ناراضی هستم، در حالی که اصل عشق و عرفان رضایت کامل، رضم به رضایت، تسلیم به امرک، لا معبود سواک. این که اینها میگویند امید داشته باشید، اینها سخن عوام است. چه امیدی؟ خواست و خواست که امیدی ندارند، به چه امید ببندند؟ اصلا هیچ امیدی، هیچ آرزویی ندارند. انسان‌هایی که از بند ناسوت رسته اند، رهیدن، اینها به چه چیزی امید داشته باشند؟ میخواهد چیزی، به چیزی برسد که اکنون ندارد، اکنون در رضایت کامل است، اکنون در شکر کامل است، چیزی نمیخواهد که به آن برسد، امیدی آرزویی ندارد به آن برسد، به همه آرزوهایش رسیده و قانع است به هرچه که دارد. بسیار نکته مهمی است. از بیم و امید باز است، هم از بیم، از ترس هم که معلومه انسان نباید از هیچ چیز بترسه، از بیم و امید باز هستند. این انسان های بزرگ چنینند، رستند ز عین و غین، هرگز دل در ازل و ابد نبستند. خیلی عجیبه دیگه، در آدم فنا داره سخن میگوید. اینها حتی دل در ازل و ابد هم ندارند، دل در حال دارند، با ازل و ابد هم کاری ندارند. حال که در حضور معشوقند، این برایشان غنیمت است، عید است برایشان، بهترین و زیباترین موقعیت همین اکنون است، حالی که با حضرت معشوق دارند. از عین و غین رسته‌اند، عین به معنای چیزهایی که عینی هست دیده می‌شود، کالا را عین می‌گویم، خواسته‌هایی که انسان دارد. غین همچنین است، عین و غین رو خیلی زیبا شبیه هم آورده است. عین و غین چه فرق داره؟ یک نقطه با هم فرق داره، یک نقطه ای که هیچ است، پوچ است، ولی شما ببینید بین عین و غین چقدر فرق هست. همه این آرزوهایی که ما داریم مانده عین و غین است، یعنی آرزوهای ما چندان با هم دیگه تفاوتی ندارد. به جای اینکه این آرزوها و این امیدها را داشته باشیم، ما رها کنیم، فقط آن وصال حضرت حق براشون، حتی امید وصال معشوق هم نداشته باشیم. چرا؟ چون اگر او میخواست که ما به وصال رسیده بودیم، اگر اکنون وصال نداریم، او نخواسته است، پس هیچ ایرادی نداره. این سخنان در خورد فهم عوام مردم نیست، این سخنان رو عوام مردم هرگز درک نخواهند کرد، قرار هم نیست که همه چیز را همگان بفهمند. چاواک شدند پس به یک گام، از جوی حدوث باز جستند. جوی حدوث باز جستند، یک قدم زدند، یک قدم گفتند طریق به سوی خدا چند قدم است؟ گفتند یک قدم. یک قدم از خود بیرون نه، آنگاه یافته ای، آنگاه رسیده ای، آنگاه دیده ای، از خود بیرون شو، آن وقت او را خواهی دید. از جوی حدوث، حدوث یعنی بعداً به وجود آمدن،
در برابر قدیم، حدوث و قدم در برابر قدیم است. از جوی این حدوث رد شدن، رها شدن، آن طرف جو هست. مولانا در آن قصه زیبای موسی و شبان آمد او رو عتاب کرد و چیزهای فراوانی گفت. بعد او رفت به رفت و ناراحت شد. موسی خطاب آمد به موسی که چرا چنین کردی؟ یار ما را از ما جدا کردی؟ چرا چنین؟ او رفت به دنبال او. به دنبال او در پیش می دوید. مولانا می گوید تا که در یک جایی بهش رسید. گفت ببخش، مرا ببخش، من اشتباه کردم. اونجا چوپان به موسی یک چیزی می گوید. می گوید ای موسی، من از آن جو گذشتم. من از آن جو گذشتم. دیگه اصلا مهم نیست برای که تو موسی هستی، من شبان، من از آنجا گذشتم، من از جوی حدوث رها شدم، رد شدم، آن طرفترم، تو آن طرف مانی، من از آنجا رد شدم، من دیگر همان نیستم، من به عینیت رسیدم. برخواست از سر تصدر بر مسند خواجگی نشستم. تصدر خیلی کلمات زیباییست واقعا. واقعا بایستی ما این رو یک ساعت توضیح بدهیم. انصافا خیلی زیباست. تصدر یعنی این که صدر گزینی. کسی که بالا نیست، بلند مرتبه نیست، خودش را بیاید بلند نشان بدهد، در جای بلند نشانه. تصدر رو دیده اید. خیلی از افراد وارد مجلس میشن، میرن بالای مجلس مینشینن. چون خب برای خودشان شأنی و مقامی بالاتر از دیگران متصورند. اینها اهل تصدرند، صدرجویند، در صدر مجلس می نشینند، ولی اینها هیچ صدری ندارند. این تصدر است. بر مسند خواجگی باید نشد. مسند خواجگی حقیقی چیز دیگری نیست. تکیه بر مسند خوبان یا تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزا. مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، فانی ز خود و به دوست باقی، این طرفه که نیستند و هستند. فانی هم از خود، باقی به دوست هستند. این طرفه، طرفه یعنی عجیب، این عجیب است که نیستند و هستند. نیستی در عین هستی و هستی در عین نیستی، فنا در عین بقا و بقا در عین فنا. چگونه ممکن است؟ این رو هر کسی درک نمی کنند. این طایفه اند اهل توحید، باقی همه خیشتن پرستن. اهل توحید اینا هستن، بقیه خود پرستن، خدا پرست نیستن. بقیه ای که میبینیم در جهان اظهار خدا پرست، اظهار توحید میکنن، اینا خود پرستن، خودشون رو میپرستن، خدای خودشان رو میپرستن. میگوید خدای من، خدای من، این چیز خدای من یعنی این که من خودم خدا هستم، خدا خدا نیست. حق تعالی چون بنده ای را شایسته مقام قرب گرداند و او را شراب لطف ابد بچشاند، ظاهر و باطنش را از ریا و نفاق صافی کند. وقتی شایسته مقام قرب الهی شد، شراب لطف ابدی را، نه شراب لطف حدثی رو، شراب لطف ابدی را می چشاند، ظاهر و باطنش را از ریا و نفاق صاف می کند. میگن مستی و راستی، مستها معمولا راست می گویند. چرا؟ چون که عقل کنار می رود، دیگر ملاحظات عقلانی نیست. این دیگر اینها هم مست از شراب لطف الهی می شوند. بنابراین همه ریا و همه نفاق و درویی را ترک می کنم، صاف به صاف می شوند. از نفاق من و خدا رها می شوند. من هستم، خدا هست، من خدا را عبودیت می کنم. باز دوتا شد اینجا، باز نفاق است، منافقی، منافقانه حرکت می کنم. من یک طرف هم، او یک طرف است، این باز هم نفاق است، شکاف است. نباید شکافی وجود داشته باشد. محبت اغیار را در باطن او گنجایی نمانم، غیر از حق را در درون وجود
وجود او در قلب او محبتی باقی نمیماند. هر محبتی غیر از خدا هست آن را میسوزاند. مشاهد لطف خفی گردد، مشاهده کننده لطف خفی الهی گردد، به چشم عبرت در حقیقت کون نظاره میکند و وقتی نگاه میکند با چشم عبرت میبیند حقیقت جهان رو، حقیقت هستی و حقیقت کون و حقیقت وجود را میفهمد. ما میبینیم این دیوارها را میبینیم، این درخت را میبینیم، گل را میبینیم، انسان ها را میبینیم، ولی آنها که حقایق را میبینند، حقیقت را میبینند، اینها را نمیبینند، چیزهای دیگری، حقایق را میبینند. از مصنوع به صانع مینگرد و از مقدور به قادر میرسد. از مصنوع به صانع مینگرد، نگاه میکند، از ساخته شده، از معلول پی به علت میبرد و از مقدور به قادر میرسد و از کسی که مورد قدرت و قدر و تقدیر واقع شده است، از خود به خود قادر پی میبرد. اینجا نکته ای را عرض بکنم. مولانا که نشان میدهد این نظریات مولانا قبل از دیدار با شمس بوده است و مسئله مذهبش هم که گفتم این هم برام. مولانا در مثنوی مباحث خیلی عظیم و مفیدی دارد. در یک جایی می‌فرماید که این که انسان بیاید از مصنوع به صانع پی ببرد، این نشانه احمقی است. خود او می‌فرماید یعنی چه از مصنوع به صانع، و ایراد می‌گیرد به اهل فلسفه که این اهل فلسفه عجب آدم‌هایی هستند. و این هم دقیقاً نظر شمس تبریزی است. شمس تبریزی هم در مقالات میگوید که رفتم دیدم شخص آمد و خدا را اثبات کرد با 1001 دلیل. گفت ای بدبخت، ای بیچاره، خدا ثابت است، تو خود را ثابت کن. میگه آمدن گفتن که فلانی خدا را با 1001 دلیل و برهان ثابت کرد، دستش درد نکند، دست مریضا، این چه کاریست که کرده است؟ این چه کار عبسیست؟ ای بدبخت، ای بیچاره، خدا خود ثابت است، تو برو خودت را ثابت کن. خدا چه نیازی به اثبات من دارد؟ آخرش ثابت کنن که خدا هست یا نیست، تو برو خودت را ثابت کن. این نظر، نظر خاصه. و بعد میفرماید که شما به جای اینکه شمس هم میگرد و بعدن مولانا هم در مسئله اثراتش را میبینیم، سخنان مولانا رو میبینیم اونجا که مولانا میفرماید که این خیلی بد است، ما از سایه به وجود آفتاب پی ببریم، این چه کاریست؟ سر بر کن آفتاب را ببین. یعنی چه که ما میبینیم اینجا سایه هست، سایه در نبود آفتاب است. معلوم است که اینجا این سایه نشان میدهد که آفتابی وجود دارد. اگر آفتاب نبود سایه ای نبود و اینجا از عدم آفتاب، از عدم نور سایه می اتفاق می افته. این چه برخورد است؟ یا میگوید که از دخان، از دود پی به آتش می بریم. گر دخان او را دلیل آتش است، گر دخان را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آتش، در این آتش خوش است. میگه اگر آن فلسفی یک، آن فلسفی بیچاره، آن متکلم بیچاره دخان و دود را دلیل آتش میداند، بی دخان ما را در این آتش خوش است. ما بدون دود و بدون اینها در این آتش عشق خوش میسوزیم. ما در حضور حضرت هستیم. یعنی چه شما بروید از نور به آفتاب پی ببرید؟ سرت رو بلند کن آفتاب را ببین. یعنی چه از دود به آتش پی ببریم؟ داخل آتش رو و جانت را عاشقانه در طبق اخلاص قرار بده و تقدیم معشوق کن. این چه کاری است که می آیه اثبات کنیم؟ خدا خود ثابت است. اینجا ولی مولانا این فرماید که از مصنوع به صانع می نگرد، همان روالی که معمول بوده است در منابر ما، همچنین است سخن وقتی گفته می شود می گویند از مصنوع به صانع پی ببریم. از مصنوع به صانع می نگرد و از مقدور به قادر می رسد. آن که از مصنوعات ملول گردد
و به محبت صانع مشغول گردد. از بس اول به مصنوعات توجه میکنند، به ساخته های خدا توجه میکنند، به گل ها توجه میکنند، بعد دیگه خسته میشه میگن این گل ها چه کسی آفرید؟ این رو خدا آفرید. از این عبور میکنند و به خدا میرسند. همان قصه خداپرستی انسان هاست. وقتی که انسان ها توکن را میپرستند، وقتی آنیما یا چیزهای دیگر رو میپرستیدن، وقتی حیوانات رو میپرستیدن، وقتی درختان رو میپرستیدن، اینهایی که در پرچم‌های ملت‌ها میبینید، حیوانات یا گیاهان یا علامت‌هایی که در پرچم‌های ملت‌های مختلف میبینید، اینها توتم‌های اینها بودن. اینها قبلا اینها رو پرستش میکردن، یعنی هنوز به آن حد از رشد فکری نرسیده بودن که بدانند این درخت مثلا زیتون که بر پرچم لبنان هست، این درخت زیتون چندان هویتی ندارد، این هم از آفریده‌های خداوند است و این رو درک نمی‌کردن. شیر یکی از آفریده‌های خداست، این که نمی‌تواند توتم ما خدای ما باشد. و همچنین دست موارد دیگر، تا اینکه پیشرفت کرد و کم کم فهمید، انتزاع کرد. انسان حقیقی همچنین است، به گل نگاه میکند، از خود خوشش میآید، ولی میگوید آن که این را آفریده است جمالش از این عظیم‌تر است، از این زیباتر است. به یک زیباروی مینگرد، به یک انسان زیبارو مینگرد و بعد میگوید که این نشان از آن زیبارو است و از صورت عبور میکند و به معنا ورود میکند. دنیا را آنگه از مصنوعات ملول گردد و به محبت صانع مشغول گردد، دنیا را پیش او خطر نماند. خطر یعنی عظمت، بزرگی. عقبا را بر خاطر او گذر نماند، هم از دنیا میگذرد هم به خاطر عقبا. عاقبت را هم نمیخواهد، بهشت را هم حتما نمیخواهد، جمال محبوب را میخواهد. قضای او ذکر محبوب گردد، قضایش ذکر است. از حضرت رسول است که قضای من ذکر من است. و تنش در هیجان شوق محبوب می نازد. هیجان شوق محبوب و معشوق چنان است که بدنش در او نوازش پیدا می کند و جان در محبت محبوب می گدازد. روحش آتش می گیرد، نه روی اعراض و نه سامان اعتراض. نمی تواند روی برگرداند، اعراض کند، و نه امکان اعتراض وجود دارد که به او، به معشوق اعتراض کند. نمیتواند از محبوب روی برگرداند، با اینکه درد میکشد، رنج میبیند از معشوق، نمیتواند روی از او برگرداند، اعراض کند، و نمیتواند اعتراض کند که چرا، که چون این خوب چرایی، چرا اینقدر زیبا هستی، چرا هر لحظه آتش به دل من میکنی. نه اعتراضی میتواند بکنه، نه اعراضی. در هستی مطلق است. یکی از دلایلی که ما معتقدیم جناب حافظ عارف نیست این است که اهل اعتراض است. عارف اهل اعتراض نیست. عارف اهل اعتراض نیست. هر کس اعتراض کرد بدانید عارف نیست. یک معیار بسیار بسیار روشن و مشخص. نه اهل اعراض است، نه اهل اعتراض. نه از معشوق روی برمیگرداند و نه اعتراض میکنند که خدا چرا چنین کردی؟ ای کاش چنین میکردی. به آدم ایراد گرفته، به خلقت ایراد گرفته، فلک ایراد گرفته. فلک را میخواهد سخت بشکافد و طرحی نو در اندازد. به زمین و زمان اعتراض دارد. خب چنین شخصی انسان بسیار بزرگیست، عقیدهش هست، هیچ احترام سب کامل برای بایی، ولی عارف نیست و جان در محبت محبوبی گدازد، نه روی اعراض و نه اعتراض. چون بمیرد و حواس ظاهرش از دور فلک بیرون آید و بمیرد، و خیلی زیباست، حواس ظاهرش از دوران فلک و این جهان بیرون بیاید، کل اعضایش از حرکت طبیعتش ممتنع گردد. یعنی اعضا ممتنع می شود،
قطع می شود و دیگر اعضایش هیچ کاری در این جهان ندارد، حتی حواسش هم نیست. این حواسی که ما داریم الان به این جهان است. این حواس که می رود، حواس دیگری می آید جانشینش می شود. این همه تغییر ظاهر را بود، این همه تفاوت برای ظاهر است، ولی کم باطن از شوق و محبت پر بود. انباتون اندر خلق احیان اندر رب، اینان مردگان نزد مردم، زندگان نزد ربشان. با خلق مردگان و نزد حق زندگان. انشاءالله که همه به این مدارج برسیم و انباتون اندر خلق و احیان اندر رب باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.